خب حالا که راجع به این صحبت کردیم که کامپوننت های مختلفی که روی SQL Server 2012 هست هر کدوم چه چیزیه و هر کدوم چه کاری رو انجام میده، حالا موقع به این نقطه میرسیم که SQL Server رو نصبش بکنیم. نصب SQL Server روش های مختلف داره. یکیش همین محیط گرافیکیه که اکثر برنامه ها ازش استفاده میکنن، next finish میزنید تمام میشه. دومیش که شما به عنوان ادمین شبکه باید بلد باشید حالت کامند لاینیش هست، یعنی شما یک اسکریپتی رو روی 10 تا سرور اجرا میکنید، میخواید 10 تا سرور SQL Server رو با هم کلاستر بکنید. گام اولش اینه که روی 10 تا سرور بیاید ویندوز نصب بکنید، SQL Server نصب بکنید و کانفیگ اونها رو انجام بدید. برای این منظور راه حلی رو مایکروسافت به شما میده که بتونید از طریق یک بچ اسکریپت فایل روی اون 10 تا سیستم بدون اینکه وقت زیادی بگذاری منزه نصب یه دونه SQL Server فقط از شما وقت بگیر. ما توی این ویدیو صرفاً راجع به نصب اون توی حالت گرافیکی با تو صحبت میکنیم و بعد از اینکه مراحل رو شما دیدید و توی ذهنتون شکل گرفت بعداً میریم سراغ اینکه بهتون توضیح بدیم چجوری میتونید این رو به صورت کامند لاینی و به صورت بچ فایل انجامش بدید. پس بعد از دیدن این ویدیو شما یاد میگیرید چجوری SQL Server رو توی حالت گرافیکی خودش نصب بکنید و بعد از اون یک فایلی رو به عنوان نتیجه کار شما توی یه پوشه‌ای قرار میده نصب SQL که اگر اون رو بردارید و با بچ اسکریپت فایل یا با محیط کامند لاین CMD ویندوز اجرا بکنید میتونید اون نصب رو روی 10 تا سرور دیگه تکرار بکنید. گام اول برای اینکه شما SQL Server رو نصب کنید همونطور که میدونید نصب ویندوز هست. حالا چون الان SQL Server ما نسخه 2012 هست شما باید ویندوز 2012 R2 یا ویندوز 2012 رو حالا تا موقعی که این ویدیو به بازار میره احتمالا R2ش هم اومده باشه اون رو بگیرید و نصب کنید و سپس ایزو فایلی رو که مربوط به نصب SQL Server هست رو روی سرورتون ران بکنید. همونطور که داخل شکل میبینید من این کار رو انجام دادم، داخل پوشه DVD رام هم رفتم و روی فایل setup.exe دابل کلیک میکنم. بعد از چند لحظه همونطور که میبینید SQL Server Installation Center باز میشه و شما رو دعوت میکنه به اینکه این 6 گام رو طی بکنید: Planning, Installation, Maintenance و نصب کردن تولز ها. و بعدم که نصب آغاز میشه و ریسورس های لازم به خودش اختصاص میده و SQL Server شما نصب میشه. ما توی ویدیوهای قبل صحبت کردیم که هر کدوم از کامپوننت ها به چه دردی میخورن و شما هر کدومی که لازم دارید نصب کنید و این تذکر رو دادیم که هر طور که شده SQL Server رو تو حداقل امکاناتش نصب بکنید، چون هر امکانی که شما نصب بکنید و ازش هیچ استفاده ای نکنید یکی اینکه امکان هک شدن سیستم رو بالا میبره و سکیوریتی رو پایین میاره و دوم اینکه ریسورس هایی مثل رم و سی پیو رو ممکنه بی خود از سرور شما اشغال بکنید. تو این بخش اول که بخش پلانینگ هست دونه دونه شما میتونید روی این گزینه ها کلیک بکنید و حالا من شروع میکنم هر کدوم رو توضیح دادن. اولیش هاردور اند سافتور ریکوایرمنت هست، یعنی اینکه آیا سرور شما به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری پیش نیازهای لازم رو داره یا خیر. که مشخصه به هر حال هر نرم افزاری باید اون پیش نیازهای سخت افزاریش برای اینکه اون نرم افزار به خوبی اجرا بشه رو داشته باشه. دوم مستندی هست در ارتباط با سکیوریتی سرور شما که مثلا پورت خاصی باید به فایروالتون باز بشه برای اینکه شما بتونید بعداً منیجمنت رو روی سرور از راه دور داشته باشید، یا پورت های دیگری که برای اهداف دیگه روی اسکیل سرور باید باز باشه، و اینکه هر تولزی که نصبه هر کدوم پورت ورودیش چیه و امکاناتش چیه رو میتونید که مستند سکیوریتی ببینید. بعد از اون راجع به این صحبت میکنه که چه ریلیز هایی الان در حقیقت موجوده و هر کدوم داکیومنتشنش و آخرین نسخه چه امکانات و اطلاعات راجع به اون گفته شده. توی قسمت چهارم How to get SQL Server Data Tools هست، شما یاد میدید که چطور Data Tools رو از اینترنت دانلود بکنید و اون رو روی SQL Server تون نصب بکنید. گفتم
دیتا تولز امکاناتی هستش که ما توی بیزینس اینتلیجنت برای SQL Server Analysis Service و SQL Server Integration Service و SQL Server Reporting Service استفاده میکنیم. کسایی که دنبال BI و مفاهیم هوش تجاری هستن میتونن این قسمت رو انجام بدن و دیتا تولز رو هم نصب کنن. بعد از اون سیستم کانفیگوریشن چکر هست که میاد چک میکنه اون حالت ها و اکسپشن هایی که ممکنه تو نصب سرور شما به مشکل بخوره رو از قبل چک میکنه، پیش بینی میکنه که این مشکل روی سرور شما هست. یه جور شبیه سازی و یه جور چک کردن اتفاقاتی که تو نصب اسکیل سرور منجر به نصب غلط یا نصب ناقص یه اسکیل سرور میشه، اونا رو قبلش چک میکنه. اینستال آپگرید ادوایزر در حقیقت کامپوننتی که مایکروسافت برای همه محصولاتش میده. مثلا شما میخواید شرپونت 2010 رو به 12 یا اسکیل سرور 2008 رو به 2012 آپگرید بکنید، این آپگرید ادوایزر به شما نکاتی رو گوشزد میکنه که مثلا بکاپ بگیرید و مواظب باشید که توی پروسه آپگرید اتفاق بدی نیفته. در حقیقت حالت‌های مختلفی که اسکیل سرور 2008 R2 یا اسکیل سرور 2008 یا 2005 دارن و نکاتی که باید رعایت بشه برای آپگرید کردن کامپوننت های اونها به 2012 رو اینجا توی اینستال آپگرید ادوایزر به شما توصیه میکنه و تذکر میکنه. توی قسمت بعدی راجع به آنلاین اینستالیشن هلپ صحبت میکنه و میگه که شما میتونید از آنلاین هلپ مایکروسافت استفاده بکنید برای گزینه های مختلفی که ممکنه که لازم داشته باشید بیشتر راجع به اسکیل سرور تحقیق بکنید و امکاناتش رو بشناسید. قسمت بعدی راجع به این صحبت میکنه که اسکیل سرور 2010 فیل اوور کلاسترینگ چی هست، شما مستنداتی در ارتباط با اون میخونید. قسمت بعدی پاور پیوت و شرپوینت استندالون سرور هست که اسکیل سرور ریپورتینگ برای شما به وسیله شرپوینت میتونه امکاناتی رو به صورت پاور پیوت فراهم بکنه که معمولا گزارشات کلان سازمانی یا گزارشات کیوب ساخته میشه. یکی از روشاش روشای نمایش با پاور پیوت به وسیله اسکیل سرور ریپورتینگ سرویس هست. موضوع بعدی How to get started with reporting service SharePoint integration. یک روش نصب SQL یا بهتر بگیم یکی از مودها یا حالتهایی که میشه SQL Server رو نصب کرد تو مراحل نصب خواهید دید که یکیش SharePoint integration mode هست. SharePoint integration mode وضعیتی رو برای SQL Server reporting service شما فراهم میکنه تا گزارشهایی که توی SSRS ساخته شدن به وسیله این SQL Server ساخته بشن و داخل SharePoint قرار بگیرن. قرارگیری گزارشاتی که SQL Server Reporting می‌سازه با واسطه SQL Server SharePoint Integration Mode وضعیتی رو فراهم می‌کنه که سکیوریتی چک بشه و این چندگانگی یک به یک پارچگی تبدیل بشه. Upgrade Documentation هم که اسمش معلومه، یعنی تمام مسائلی که روی آپگرید هست توی این داکیومنت اومده. و به همین صورت راجع به مایگریشن صحبت میکنه. مایگریشن یعنی که شما یک اسکیل سرور دارید و میخواهید اون رو منتقل بکنید. یعنی مثلا من از اسکیل سرور آزوره یا مای اسکیول یا اوراکل دارم و میخواهم به کمک مایگریشن اون رو به اسکیل سرور تبدیل بکنم، یعنی داده هام رو تبدیل بکنم و بیارم به صورت اسکیل سرور اون رو در بیارم. آخرش هم که اسکیل سرور آپدیت هست. حالا توضیحی که من میدم حتما اگر کنجکاو هستید گوش بدید، یعنی اینکه دیویدی لیندا رو بذارید یه بار توضیحات انگلیسیشو گوش بدید ببینید فقط داره اشاره میکنه، ولی من سعی میکنم یک 3-4 جمله کوتاه توضیح بدم که یه ذره موضوع شفافتر بشه برای اونایی که میخوان یه درجه بیشتر این اطلاعات رو به دست بیارن.